اولین تصاویر از شرق دوردست را کتاب سفرهای مارکوپولو برای اروپایی ها ترسیم کرد. تصاویری که اگرچه بعضی هایش دور از واقعیت بود، اما جهانگردان آن زمان را کنجکاو سرزمین های افسانه شرق کرد. البته تا کاوشگرانی از غرب به دنبال آثار باستانی ایران بیایند، دست کم 4 قرن طول کشید. برای آشنایی با تاریخ فعالیت باستانشناسان آلمانی در ایران به موزه پرگامون رفتم و با باربارا هلوینگ مدیر مؤسسه در تهران دیدار کردم. مؤسسه باستانشناسی آلمان 50 ساله که در ایران تأسیس شده، اما تاریخ فعالیت باستانشناسان آلمانی خیلی طولانی تره و با تحولات سیاسی ایران گره خورده. آلمان در حقیقت از همون ابتدا در 2 سطح فرهنگی و سیاسی با ایران ارتباط برقرار میکنه و از همین زمان وارد مناسباتی چند لایه با ایران میشه. موانع سیاسی زیادی سر راه تأسیس شعبه ای از مؤسسه باستانشناسی آلمان در ایران بود. جنگ جهانی دوم و رقابت با کشورهای دیگه مثل فرانسه که حق انحصاری حفاری های باستانشناسی در ایران را در اختیار داشتند. فراموش نکنیم که باستانشناسی همیشه با شرایط اجتماعی سیاسی پیوند خورده. اولین حفاری‌های بزرگ به دستور ناصرالدین شاه در تخت جمشید شروع شد. آنچه زیبا و قیمتی به نظر می‌رسید، در موزه خصوصی ناصرالدین شاه جا می‌گرفت. و تا سال‌ها هر چه ظاهری بی‌ارزش داشت، از ایران خارج می‌شد. یافته‌هایی مثل این دستبندهای برنزی که 3000 سال قدمت دارند. این دستبندها در تپه حصار نزدیک دامپان پیدا شده بودند و اون زمان ژنرال شیندلر که برای درست کردن خط تلگراف به ایران رفته بود، سر و کارش به محل حفاری افتاد و به مدیر حفاری گفت که بهتره به جای بیل و کلنگ برای بیرون آوردن اشیا روشون آب بگیرین که سالم بیرون بیان. اصطلاح تلاشویی در ایران از اونجا پیدا شد. اولین باستانشناس معروف آلمانی که به ایران آمد ارنست هرسفلد بود. او از آشور به بغداد رفت و از آنجا به جنوب ایران به شیراز، پرسپولیس و پاسداران. این سفر او را برای همیشه شیفته تمدن ایران باستان کرد. این نقشه ای هست که اون زمان هرسفلد از سفرش در منطقه فارس کشیده. او با 6 اسب و 1 ساعت و 3 سرباز و 1 قطب‌نما همه مسیر رو که رفته بود نقشه برداری کرد و دمای هوا، پستی بلندی ها و فاصله ها رو به این شکل روی کاغذ آورد. همراه با هرسفلد، باستانشناس دیگری هم به نام فریدریش کفتر به ایران آمد که همه ی دیده ها و کاوش هایش را می نوشت و می کشید. از اون نقاشی ها و دفتر خاطراتی پر ارزش به جا مانده. اجزای این کاخ ابعادی حیرت آور دارند. دروازه آپادانا می تواند 17 متر ارتفاع داشته باشد، اگرچه تنها قسمت پایین دروازه باز می شده. دولت ایران اجازه کار روی ایوان کاخ را داده که می تواند به ثبات مجسمه های آن کمک کند. انقلاب مشروطه و تنش های سیاسی پس از آن سرنوشت باستانشناسی را هم تغییر داد. انحصار حفاری های باستانشناسی از سال 1928 میلادی به بعد از فرانسویان گرفته شد. موقعیت برای آلمانی ها غنیمت بود. آلمان روابط نزدیکی با رضا شاه به هم زد. به نظر می رسید که تا زدن شعبه ای از مؤسسه باستانشناسی آلمان در تهران فقط 1 گام مانده. همکاری رضا شاه با هیتلر از سال 1936 شروع شد. آلمان فرستنده رادیویی قوی داشت که به خوبی در ایران شنیده می شد. مؤسسه باستانشناسی سال 1937 1 ایرانشناس به نام آیلرز رو به اونجا فرستاد که می خواست درباره زبانهای قدیمی و موسیقی قدیمی ایران تحقیق کنه. او خیلی سریع تونست ارتباطات وسیعی برقرار کنه. ویلیام آیلرز با این دم و دستگاه به اصفهان رفت و ترانه های قدیمی بختیاری را ضبط کرد. ولی ماموریت ویلیام آیلرز یک چیز دیگر هم بود. تبلیغ روی ریشه نژادی آریایی مشترک ایرانی ها و آلمانی ها و ساختن متحدی از ایران برای آلمان. نقشه‌ای که با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم ناتمام ماند
و خود آیلرز هم با ورود قوای متحدین به ایران در سال 1941 میلادی دستگیر شد. با آغاز یک دوره ثبات حکومت شاه، رابطه ایران و آلمان دوباره جوش خورد. زرق و برق پادشاهی ایران، آلمان ویرانه، این بازنده جنگ را شیفته خود کرده بود. نیمه ایرانی ثریا، همسر دوم شاه، مایه غرور آلمان بود. مجلات آلمانی پر از عکس‌های ثریا شدند. واژه‌ای به نام مطبوعات ثریایی سر زبان‌ها افتاد. حتی جدایی شاه از ثریا آلمان را از ایران جدا نکرد. Es war natürlich auch ein Land, das noch nicht so ausdifferenziert war, was die Intelligenz. چهره ایران در اون سالها هنوز روستایی بود. اگرچه رشته باستانشناسی در ایران تدریس می‌شد، اما گروه کوچکی دنبال این رشته می‌رفتند. کلاً چهره روشنفکری و علمی ایران در اون زمان چندان برجسته نبود. به همین دلیل هم آلمان با کشوری روبرو بود که با قدردانی به توانایی‌های باستانشناسی آلمان نگاه می‌کرد. Das auch sehr dankbar angenommen hat. با ورود کنراد آدناور به ایران در سال 1957 میلادی بالاخره کلنگ مؤسسه باستانشناسی آلمان در ایران زده شد و شعبه ایرانی آن 4 سال بعد در تهران باز شد. شاه از همکاری باستانشناسان آلمانی برای آموزش این رشته در دانشگاه تهران استقبال کرد. با فارغ التحصیل شدن و آغاز به کار اولین دانش آموختگان رشته باستانشناسی از دانشگاه تهران، فصل تازه‌ای در کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناختی در ایران آغاز شد. حکومت پهلوی هم که تلاش می‌کرد با پیوند دادن سلطنت خود به امپراتوری 2500 ساله هخامنشی برای خود کسب اعتبار کند، از هر فعالیتی که بر جلال و جبروت ایران باستان می‌افزود استقبال می‌کرد. این مجموعه باعث شد باستانشناسی در ایران از جایگاهی بالا برخوردار شود. جایگاهی که با پیروزی انقلاب اسلامی به حاشیه رانده شد و با آغاز جنگ حفاری‌های باستانشناسی هم برای یک دوره متوقف گشت. طبیعیه که بعد از انقلاب وضع خیلی فرق کرد. فعالیت مؤسسه باستانشناسی آلمان در ایران خیلی محدود شد و حفاری‌ها به کلی متوقف شدند. البته همکاری‌های علمی ادامه پیدا کرد. مؤسسه باستانشناسی آلمان در تهران کتابخانه غنی داره که هنوز هم اونجا ازش استفاده میشه. اگرچه تحقیقات مشترک ما با ایران با مزاحمت یا دشواری روبرو نشد، ولی مشکل اصلی ما تعویض مدام مسئولین و تصمیم‌های اداری اونها بوده و هست. اولین حفاری‌های مشترک باستانشناسان آلمانی و ایرانی پس از انقلاب 11 سال پیش در آریسمان و پس از آن در دره بلاقی شروع شد. البته این فضا موقتی بود. باربارا هلوینگ، مدیر مؤسسه باستانشناسی آلمان در ایران می‌گوید در حال حاضر از مؤسسه فقط 3 همکار باقی مانده و 1 کتابخانه.